بیننده تلویزیون آریانا سلام، صبح شما بخیر. خدا کنه جور و ساعتمند باشین. بخش صدای شما سمش و فکر مری در خدمت شما حضور دارم. امروز دوشنبه است و موضوع برنامه ما شهرداری کابل است. اگر شما عزیزا مشکل دارین میتونین با شماره تماس برنامه ما 0771104090 تماس بگیرین و مشکلتان به طور مستقیم با ما شریک بسازین. امروز در برنامه جناب بارکزای صاحب نماینده شهرداری کابل با ما در برنامه حضور دارند. بارکزای صاحب استریم شه سلام بخیر. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامون تاسو ته استاد محترم لیدون کباوریدون کو ته خوشحالم چې تاسو په خدمت کې ما بخښه کوي یو څه مریضم در رغم برلکم نه لګم معلومیږي. بارکزای صاحب د تیر هفته فعالیتوم که لیدون کو ته معلومات ورکړي کوم پروژه تکمیل شوی نه تکمیل ماشاءالله د دارلمان سره کوم فکر کوم برابر دی ته آماده شوی د دارلمان تر دیدنه پورې الحمدلله سرک کاری تکمیل دی خلاص دی اسفالت مو هم وکړي خبره خلاصه ده خو پر دې نور پروژو باندې په شدت باندې کار روان دی تاسو ته بهتر معلومیږي د یو سړک د جوړونې پروسه داسې چې اسفالت هغه 15% کار دی 15% نور موارد چې هغه بشپړ شي اسفالت ډېر عاجل کېږي نو پر کوتل باندې هم ښه کار داسې قوي روان دی او انشاءالله د دغه کار تر لسم برج پورې یعنې تر جدي پورې انشاءالله به دا هم بشپړ شي او کار یې خلاص شي د خیر سره بل د اوبو د کنترول او مدیریت پر برابر باندې کابل ښاروالي یو طرحه جوړ کړی ده چې دوه ورځې مخکې په شیرشاه سوري جماعت کې په دریم نای کې هغه ترسره شول هغه داسې دی کله چې موږ تاسې اودس نیسو بیرته د دغه اوبو څخه د هماغه جماعت د شنه ځایونو پر برابر باندې د اوبه کولو پر برابر باندې استفاده کېږي نو دا طرح هم وسوه انشاءالله که ژوند باقي و دغه موضوع به د کابل ښار په ټولو جماعتونو کې به ځای پر ځای سي ولیکل چې څوک اودس نیسي دغه اوبه داسې ډېر اوبه نه دي چې هغه دغه استفاده ونهسي او دا کېږي چې د شنو نیالونو شنه ساحې او نور ګلان ته اوبه ورکړو او دا ډېر یو ښه خبره ده او مطمئنه اوسئ په ډېر کچه باندې د اوبو د مصرف پر برابر باندې کله چې موږ تاسو دا کار وکړو دغه سره صرف جوی کېږي نو نور موارد هم په کابل ښاروالۍ کې تاسو ته بهتر معلومیږي د ښار ښکلا یو داسې موضوع ده چې هېڅکله زموږ څخه نه هېرېږي او د هر فصل سره سم او برابر یا مناسبتونو سره سم موږ مختلف ښکلاګانې په کابل ښار کې لرو ځینې فصلي دي ځینې بنیادي دي چې پر ټولو باندې کار روان دی انشاءالله د پل سرخ چارایي هم کار یې ښه مخته تللی ده او انشاءالله په نوې هفتې کې به افتتاح شي کارلا وغوښتل او پر نور ځای باندې هم کار روان دی انشاءالله او وغواړي که ونه غواړي خلکو ته خدمات رسول خپل چالشونه لري پر ټولو باندې واقف یو او انشاءالله سره مخته ځو. بارکزای صاحب تاسو د اوبو د صرفه جویو په ارتباط باندې وویلې پرون یوې لیدونکې د موږ لیمه جانې له خیرخانې نه تماس نیولی وه هغوی ویلې چې درې میاشتې کېږي د موږ نلونه نه راځي او موږ ډېر سخت ستونزو سره مواجه یو حتی اوداسه ته اوبه نه لرو دغه د ښاروالۍ مربوط کېږي که د دا د یو شرکت دی په نامه د شرکت آبرسانی و فاضلاب افغانستان دا د هغوی پورې مربوط کېږي مطلق او کله چې یو څوک نوی څه غواړي چې حفر کړي هغه هم بیا وزارت انرژي هغه پورې مربوط کېږي خو بیا هم کابل ښاروالي خپل دا وظیفه بولي کله چې کابل ښاروالي په ښار کې دی او ویني که چیرې ځینې طرحې هلته جوړ شي او تطبیق شي او د اوبو د صرفه جویۍ پر برابر باندې موثر واقع کېږي موږ خپل کار کوو اما مشخصا د نلونو خبره د څاګانو خبره د همدغه دوه ادارو پورې مربوطېږي او بیا هم کابل ښاروالۍ خپل همکاري په ټولو برخو کې هم د خلکو سره هم د نورو ادارات سره لري. سلامت باشین. یک بیننده دیگه ما هم از کارتنه و دیروز تماس گرفته بودن اونا باز هم در مورد سگات مشکل داشتن گفتن که ما بسیار به عذاب هستیم در این پروسه چی اقدامات در قسمت کنترل جمعیت سگهای ولگرد پروگرام بسیار واضح است و پیش میره باز هم دوستایی که تماس میگیره و از برخورد یا به نوی مشکلاتی که سگهای ولگرد برسان ایجاد میکنه فقط شما نمبرشان رو یادداشت بکنین و سایشان رو بر ما برسان انشاءالله ما در اسرع وقت اجرایت خود را میکنیم چون ما بر تمام شهر کابل اسکیجول داریم کدام نایه کدام سایه در تمام سال ما تمام اینا رو دورای واکسینشان رو برسان میتیم سگ هایی که ماده است رحمشان را میکشیم سگ هایی که نر سقیم سازی میکنیم و سگ هایی که خدای نخواسته که ویروس سگ دیوان داشته باشه اونا را هدر میدیم و از بین میبریم به یک شکل بسیار بین المللی و استاندارد باز هم اگر مردم شکایت دارن ما میتونیم اولویت بندی ها رو تغییر بدیم اونا رو در اولویت بریم مثلا قرار است دو ماه بعد از سایشان بریم فردا از سایشان بریم یادم هفته از سایشان بریم لطفا شما نمبرشان و سایشان یادداشت بکنیم ان شاء الله اجرات خدا حتما ان شاء الله ما نمبرشان رو اختیار شما قرار میدیم و یک تماس دیگه هم داشتیم از 500 فامیلی اگه یادتون باشه در برنامه گذاشتم
اونا تماس گرفته بودند در مورد کارنتینرهایی که در سایه 500 فامیلی گذاشته شده، گفتند که کسایی که ارتباطاتشان با مسئولین حکومتی هست با اونا داده میشه و با ما نه. اوتر یک مورد نیست. متاسفانه مردم ما عادت کردن به میگم. شاروالی کابل هر جای داد که داره، ولو کانتینر داشته باشه، ولو که زمین داشته باشه، اصول ما داوطلبی است. ریاست تدارکات، افغان اعلانات، وبسایت شاروالی کابل، دیگه مطلقا فیسبوک های شاروالی کابل، تمام مواد نشراتی که ما داریم از تمام راه ها اعلان میشه. و شاروالی کابل از طریق داوطلبی پیش میره. اینه که اینا یا خبر نمیشن، یا ما با موضوع واقف نیستن، یا دنبال اعلانات نمیگردن، وقت تمام میشه، کار خلاص میشه، بعد از بازبار برشان مشکل پیش میشه. میگه ما خبرت تا بسیار از دوستا چند روز پیش من رو در کنار یک سرک ساعت کردن، من ایش نمشن از همشهری های ما بودن، سلام علیک کردیم، گفت ولی من این تحصیلات دارم، شما کار خوب نکردین. گفتم چی کردیم؟ گفت بساتون دیلان دادن مرا خبر نکردین. ما گفتم ما خود را نمیشناسم، هیچ ندیدیم که ما بخوایم تو را خبر کنم. خوب اعلان شد، هم از طریق شاروالی کابل، هم از طریق افغان اعلانات، هم از طریق وبسایت بسیار کلان و معتبر خود اصلاحات اداری، هم از طریق شبکه های اجتماعی. خب وقتی که خودت حتی تلویزیون ملی هم اعلان، وقتی که خودت توی مراجعه نکردی، من چطور شما را خبر کنم؟ حتی ناراحت شد باز رفت دیگه. خب من نمیدانم که تمام مردم افغانستان دانه دانه ساعت کنم خبر بکنم. ایران که داده شد روزان پشت اعلانات بگرد. بخیر باشین. برگزش و اگه اجازتان باشه بریم تر به طرف تماس. فرصت باشه برای بینده عزیز. بله بفرمایید. سلام علیکم. علیکم سلام، بفرمایید. خوب هستی؟ خوب خیلی هستی؟ سلام علیکم. سلام خواست به میمان محترمتان. و علیکم سلام بفرمایید. ماشاءالله میمانتان یک آدم شایسته، یک آدم واقعا بسیار بزرگیتان، یک آدم شایسته است. ما واقعا از این سپاسگزاری میکنیم. در سطح افغانستان اولین نفر ایز بوده در نزد ما که واقعا کار شایسته میکنه. ما یک پیشنهاد داشتم، با پیشنهاد شخصی یعنی. بله. امی سر جویا که هست، امی جویا واقعا مقبول جور شدن، مثلا در چارای عبدالله پایین از یک قسمی جولیا دارنی. بله بله. این امیر پودری ها مثلا اشخاص ها میبرن مثلا سودا میکنن. اگر امیر از میمان محترمتان که به حساب آین فروش ها اگان چیزا که در اونجا هست، اگر ایر ببینه جمعواری کنه اگان اختاریه در آینده که امیر چیزا دوزی نشه، این امیر چیز شخصی ما بود. درست. تشکر برادر، قربان تان. تشکر برادر عزیز، بزرگی تان است. دقیقا صحبت که شما میکنین دقیق است. ما از پارسال تا حالا 7 تا می آین فروش های کلان که سرای داشتن نار گرفتار کردیم به خاطر خریداری این موضوع. اعلانات دقیق دادیم، از تمامشان تعهد گرفتیم که به هیچ عنوان حق خرید را هیچون این آینده ای جای دیگه نیست. بله. این فقط مار سرپوش است. و در کنار دیگه مسئله پل سرخ را هم ما بسیار جدی گرفتیم. اکثریت و کسا شاید چند روز یک مستند شما ببینین، تمام کسایی که از پل سرخ جمع آوری شد اینا بعد از اینکه پروسه هم ترک احتیاجشان تمام شد، امونجی یک کارگاه کلان حرفه‌ای برشان جور شده. یک تعدادشان نلدوان شد، یک تعدادشان ولدین کار یا به حساب فلسکار شد. بله. یک تعدادشان حیات شد. این درک میکنیم، اما در اینجا باز یک نقطه دیگه هم هست، اون مسئله فرهنگ شهرنشینی ما که باید طور ارتقا بتیم. ما مطمئن هستم خب پودری ها با استفاده از شب یا با هر وقت دیگه طوری که شاید کار خود را بچین در روز قطعا نمیتونن کار کنن. باز هم امکان نداره در مسیر جایی که اینا میرن یک دو نفر یار با یاین نبینه. امکان نداره. خواهشم از که مردم هم درک میکنن، میفهمن که یا این مال سر جوی است. اگر هر جای با هر کس میبینن، اگر خودشان اقدامی نمیکنن، نایر در جیان بانن، افزار در جیان بانن. مطمئن باشین در صد متشان حتما یک عسکر یا یک مجاهد استاد است، امور در جیان بانن که اجرا تاجر شود. اما 7 آین فروشی کلانی که سرای داشتن مال آکمور کردیم، حتی اونا به نادر عدی و قضای معرفی زن بخاطر کار خود و تاوان دادن و پس دوباره مجاهدی سر جایش آمد. چون استفاده دیگه رو جل نداره، به این جای دیگه استفاده، چون هم آهنش سنگین است، هم شکلش طوری است که برای چیز دیگه استفاده نمیشه، نیاز پنجره جور میشه، هیچ چیز نمیشه. ما تشکر میکنم از برادر نازنین ما، با فکر یک گپ هستیم و انشالله این موضوع رو دوباره جدیتر تعقیب خواهد کرد. بله. میریم به طرف تماس بعدی. بله بفرمایید، کی هستین، از کجا تماس گرفتین؟ بله سلام علیکم، خلیل رحمان هستم، از خلیل وزیرآباد با تماس گرفتین. بفرمایید برادر، مشکل تماس. مشکل ما مشکل سرک است، یکی سرک این چارخلی وزیرآباد هم خورده است، هم خیلی گنجایش مدارا زیادتر است، مردم بیره بار است، خیلی مردم بازیت است. یکی توجه سرک گفته بودن، من طرف چارخلی دستابش معلوم نشد. بله.
قربان تمیره بر ما یک معلومات بده چرا همین صاحب قربان سلامت باشی خوش سرک چهارقلای وزیر آباد که سرک های مهم بر ما هست و او ساحه متاسفانه ساحه غیر پلانی است سرکش بسیار مشکلات زیاد داره قرار باشه او حتی کانکریت ریزی هم شده پلان داریم دیزاین های زیر کار هست که یک سرک بسیار خوب باید اونجا تطبیق شود و بخواین یا نخواین باید اونجا ساده و ساده استملاک هم صورت بگیره یعنی چهارقلای وزیر آباد از ذهن ما بیرون نیست در ذهن ما هست خوبی را هم باید مد نظر بگیرین که امسال 85 سرک سال کلان جور میشه و سال دیگه مطمئن باشین این سرک ها پس دوباره جور نمیشه سرک های نو جور میشه من نمیتونم براتون قول بدم 100% اما در جلسات پلانی که ما هستیم این موضوع موضوعی است که همیشه یاد شده و در اون آیه شما در کنار دیگر سرک هایی که از کاندیدای بسیار معتبر هستند و به احتمال زیاد انشاءالله سال بعد در پلان کاری ما خواهد بود که هم توسعه این سرک هم قیر و اسفالت سرک در توسعه ما در پلان سال 1403 ما بین به احتمال 90% من میگم هست چون کاندیدای دیگه که در اون آیه دوام وجود داره به تناسب بسیار زیاد نسبت به این سرک کاندیدا هسته اما معیارهایی که میخوای ضعیفتر هسته و انشاءالله اگر زندگی بود ما بازم میگم 100% براتون نمیگم منتهی که از احتمالات بسیار کلان و قوی است که در سال 1403 سرک با خود داشته باشه بخیر باشین با گذشت میریم به طرف تماس بعدی بله بفرمایید کسی ناس کجا تماس گرفتین بله سبقت الله هستم از قلعه دمخان تماس گرفتین سلام برسه به میمان محترم و علیکم برادر و علیکم سلام مشکل ما در سایه قلعه زمان خان نایه 16 بلسه. اینجا یک فابریکی جور شده در وقت سابق اروسا که یعنی فاضلاب میکران کونه را بیاره تصویه میکردن بله بله دقیق است بعد از این آل یک ازار تانکر شوی میه در کوچه ما در جای ما ایره خالی میکنه از دست بوی از این از دست موتران کلانی که شو میه مردم بسیار زیاد به تکلیف است در کوچه و جوی خالی میکنه برادرم؟ نه ایره در سیسیب میبره او به خاطر بلاک ها جا شده حال در شهر کابل که چقدر تانکر فاضلا باز کلش میه در اینجا خالی میشه زمین سیسیب که نه استاندارد ایره اجازه میتن نه امو نه نه هدف ما چیز دیگه است شما گفتن که فاضلا در کوچه و جوی شما خالی میشه امیتون یک اگر نه 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 شما هم چه اگر گفته نه ببخشید این دمی جایی که جور کده از وقتی اولوسا که اینجا است کوچه سیپسیل ما خبر دارم ما خبر در جیران هستم تانکرهای شهر ما اجازه نمیتیم دیگه سر به خود در زمین ها و در جای دیگه بندازن میاین در موجه تصویه میشن این حالا مشکل شما در قشی هست در اینجا یک بوی بسیار خراب میده که اشتکای ما، تفلای ما، بزرگسالای ما کلش مریض است از دست بویش دیگه این تصفیه نمیشه یک دفعه خودتان بیاین اینجا ببینین ای او پس در دریای کابل لاخته میشه که شما خودتان یک چند وقت پیش این برنامه را داشتیم که از فاضلاب باید نبیاد در دریا حال شما بیاین در اینجا خودتان تحقیق کنین ما ریزه را به ناهی شانزم دادیم به اوزم دادیم به کل مراجعه کردیم تا حال هیچ چیز معلوم نیست ما بسیار زیاد به تکلیف هستیم یک دفعه خودتان معذرت خواهی هم میکنیم به خاطر از اینکه که یک دفعه بیاین بوی شما ببینین به یک حالتی هست که در این طول چی سال می تو حالت ندیدم بودیم که حالی هست ما حتما میم برادر میشاله این موضوع رو میبینیم خواهش ما از شما هسته که همراه با مجموعه که وجه زندگی میکنین عریضی تان رو گرفته به مقام شاروالی کابل بیارین حتما عریضی تان رو بیارین که هم موضوع رسمی پیش بره و هم بررسی موضوع جریان پیدا بکنه یک بررسی به خاطر از این میکنه که اشتکای ما چقدر اشتکی هست یک هزار خانه کلش مریض است از دست بوی از دست پشه باز یک قد مهمی است که این او کلی در دریای کابل ایره ما میبینیم برادرم حتما ایره خواهشانه میکنم به خاطر از این که حال خو حکومت اسلامی آمده به خاطر از این میگم که باید این چیز جلوش از مردم باید بگیرم ما بگیرم شما بگیرم که امیر اکتر کار کنه خود درست قربانتان خیر بینید خیر باشین برادر ما موضوع دیگر میخوام یادآور شوم که این شهر از خود پلان داره و مطابق پلان باید پیش بره او ساحه که اینا میگن قلعه زمان خان 99% و ساحات غیر پلانی است که مردم خود سر خانه جور کردن اما این تصویه خانه 40 سال پیش جور شده پلانی نه یک موضوع دیگه ما در ساحه گزک هم داشتیم ساحه گزک مطلق ساحه دولتی است و تا شعای تقریبا 15 کیلومتر اطرافش دولتی است 10 سال پیش زمانی که ساحه گزک به خاطر دفن زباله ها از دید انجینری محیط زیستی انتخاب شد در ساحه 10 کیلومترش عکسای جیایشش با ما است هیچ خانه وجود نداشت اما امروز میان یک تعداد شکایت میکنن که ولا ساحه گزک کثافات دفن میشه در طول همی 10 سال به این طرف به گونه خودسر اونجا خانه جور شده در حالی که صاحب خاطر ساخت خانه نیست
اوسا به خاطر دفع زبالات است و ما درک میکنیم تا شوهای 2 کیلومترش اگر خانه باشه بر مردم مشکل ایجاد بشه. به همین خاطر جای انتخاب کردیم که تا شوهای 10 کیلومترش خانه نباشه. من 99% مطمئن هستم که این تصفیه خانم زمانی که ساخته شده بله. او زمینای اطرافش اول باید چک شه که دولتی است یا شخصی است و مردم به شکل خانه ساختن اونجا. این بسیار مهم است. یک تعداد افراد میان خود سر خانه جور میکنن در اطراف یک تاسیساتی که نباید مثلا تا شاید 1 کیلومترش خانه باشه. این واقعیت است دیگه با. اما بعدا میان میگه خب برای ما مشکل ایجاد میکنه. هر دو موضوع باید سنجیده شه. یک، زمین های اطراف تصفیه خانه دولتی است یا شخصی، به چه اساسی خانه ها جور شده؟ چون من مطمئن هستم 40 سال پیش دو سال مطمئن بودن شاید 10 کیلومترش خانه وجود نداشته. به این خاطر نمیخوام پیش داوری بکنم. خواهش میکنم که دوستان معرضه خود رو به شهرداری کابل بیاره. ما این موضوع رو با اداره محترم محیط زیست بررسی میکنیم. قصه چی بود؟ قصه ای بود که ما بعد از نشست هایی که داشتیم با ادارات مختلفی که در این راستا دخیل بودن، مردم متاسفانه کسایی که تانکر داشتن تانکرهای خود را میبردن و در زمین خالی کو، در ایجه خالی کو، در جوی خالی کو بسیار تانه گرفتار کردیم. این همه قصه جالا آوری و بعد فیصله برشده کلشان با اون تصفیه خانه باید ببرن. ظرفیت تصفیه خانه بالا است و اوجه هم بعضی از تغییرات هم با وجود آوردیم که بتانه را بهتر مدیریت بکنه. مواد فاضله و کثافاتش جدا میشه و امکان داره آبی که تصفیه میشه به دریای کابل بره. سپتیکش نه، چون سپتیک جدا میشه، اونا خشک میشه، نه کود جور میشه، یک قصه جداگانه است. از این بابت بعد دیده شوه، بررسی شوه و بعد از اینکه بررسی ها تمام شده باره تصمیم گرفته شوه و باز تکرار میکنم بعد دیده شوه زمینای اطراف همین تصفیه خانه دولتی است یا شخصی و به چه اساس وجه خانه جور شده. ان شاء الله بررسی میکنیم. دوستای ما مرضی خود را ان شاء الله بخیر باشین. میریم آخرین تماس ها میگیریم. بارگزارشر بله بفرمایید. خوب هستین ساتون؟ خوب است. سلامت باشین. بفرمایید برادر، کی هستین؟ از کجا تماس گرفتین؟ فرید هستم، از نایی از پروژه خیرخواه تماس گرفتیم خدمتتون. فرید جان بفرمایید. سلام خدمت شما، خدمت مهمان برنامه تان. یک سوال داشتم از همین سخنگوی صاحب که همین باغچه‌ای که در قسمت پشت خانه است جیدن یارو تپه کرده میرن، دلیل چی است همین باغچه؟ باغچه بله، پشت خانه 3 متر باغچه از فضای سبز امیر چپه کرده میرن. در کدام قسمت؟ پروژه جدید نایی از ده. پروژه جدید نایی از ده. کی چپه میکنه یار برادر؟ شاروالی؟ ولی فهم دیروز هم از جتا آمدن که شما باید باغچه تانه همی پنجره که گرفتین جمع کنین. اگر جمع میکنه اصل قصه رو بود قربان سر چه ما برات میگم چرا میشه. من میگم بخیر باش. کسی که خانه جور کرده یا دیوار کرده؟ من میگم برات، من کل قصه رو خبر دارم. بخیر باش، تشکر. بر من میگه باغچه رو خراب میکنه. گفتم می زندگی نو شاروالی باغچه رو خراب کنه. قصه چی است؟ نه تنها دو ساعت، بسیار از ساعت اون تیپ فرعون بازی قدیم است. بله. پیاده رو پیش روی خود را فنس گرفتن، قطاره گرفتن و باغچه جور کردن. خانه شان آباد، مادر شان میبوسید. اما حق نداره 1 سانتی متر شخصی بکنی که تنها اطراف اطفال امینا بیان دمیجه بازی کنن. این برای تمام مردم است. یا قطاره گرفته فنج گرفته یک بخش برای ما سرسبز کرده دیگه جاش موتر خود شخصی خود استاد میکنه. اینا تایمنیوم زیاد است. یک تایشم نمیمانیم. پیاده رو یعنی محل رفت آمد مردم. هیچ خانه والا، هیچ دکاندار، هیچ بلاک والا 1 سانتی متر هم در پیاده رو حق تصرف نداره. حتی حق نداره زینه جور بکنه. فلهازا اگر در سرسبزیش کمک میکنین خانه تاناباد تشکر. اما ما قطعا به بهانه سرسبزی حق نمیتیم کسی اونجا رو برای خود احاطه بکنه. تصحیح بکنیم باغچه رو خراب نمیکنن. قطاره ای که او ساحه دولتی رو شما شخصی کردن خراب میکنه و این مسئله جدی است. از جمله پلان نظم شهری ما است. مطمئن باشین همسایه روبرویت که توانایی نداره ساحه خود رو هم سبز کرده، او هیچ وقت نمیتونه از بغل خانه تو که ساحه سبز است تیر شو لذت ببره. چرا؟ چون تو توانایی داشتی و او رو قطاره گرفتی و او رو شخصی ساختی. هیچ پیاده رو شخصی نیست، هیچ سرک شخصی نیست. بسیار بخشین که صدای من خراب است، مجبور کنم بلند گپ بزنم. دیگه از اون خاطر خواهش ما از تمام مردمی هست که به اصول شهرنشینی احترام بگذارن. اگر باز تکرار میکنم توانایی دارن پیش روی خانه خود سرسبز میکنن، کدام پارک رو حتی میدن سرسبز کنن، ما دست شالا میبوسیم. اما اجازه نمیتیم به بهانه که پارک رو سرسبز کردن باز پارک شخصی بکنن. بازی هیچ دلیل نیست که ما رو قبول کنیم. بارکزه باز چقدر اطمینان وجود داره که اگر این پنجره تخریب میشه و کسای دیگه باز در وجود تاسات نو نمیسازه؟ پنجره که تخریب شد، پنجره از کی تخریب میشه؟ این ما دیدیم دیگه بلاکش از پیش خود آدم. وقتی که این تخریب شد اول خب بلاک والا اجازه نمیده کسی که اینجرا بگیره. بله. دلتان جمع باشه و ما بود اجازه نمیدیم که بلاک والا دوباره پنجره تیره. بله. بخیر باشین. بارکزه بسیار تشکر از حضورتون به برنامه. فرصت برنامه تمام شده. بیننده عزیز، بخش صدای شما در اینجا به پایان میرسه. ادامه برنامه را با همکارای ما فراموش نکنین. تا دیدار بعد، خدا نگهدار.
بود.